رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت چهارشنبه 20 تیر تازه‌ترین آمار مبتلایان به بیماری تب دنگی رو اعلام کرد. این آمار از یک افزایش 30% در تعداد مراجعان به مراکز درمانی خبر میده. بر اساس آمار ارائه شده، منبع انتقال بیماری تنها در 0.1% موارد محلی بوده و بقیه مبتلایان از کشورهای همسایه وارد ایران شدند. برای جزئیات بیشتر همکارم سوران خاطری اینجا در استودیو با ماست. سوران، درود بر تو. جزئیات بیشتر از تو بشنویم. آریان، شهنام عرشی رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار در وزارت بهداشت امروز چهارشنبه گفت که 149 تن در ایران به تب دنگی مبتلا شدند. به گفته شهنام عرشی، همونطور که خودت گفتی، در بیشتر موارد منبع انتقال این بیماری از داخل ایران نبوده و از کشورهای خارجی بوده، به ویژه امارات متحده عربی. به نظر به گفتی شهنام عرشی، در حال حاضر تب دنگی مهمترین مسئله سلامت در ایران تبدیل شده، موضوعی که به نظر میرسه با نزدیک شدن به اربعین و مراسم های مذهبی دست کم برای مردم اهمیت بیشتری هم پیدا خواهد کرد. خب اربعین امسال قرار اوائل شهریور برگزار بشه، یعنی حدود یک ماه نیم دیگه. مسئله‌ای که من با پزشکان صحبت کردم میگن که چنین مراسم های مذهبی و شلوغی به ویژه در موقعی که کنترل نمیشه میتونه در گسترش بیماری های عفونی تأثیر داشته باشه. سخنان یکی از این پزشکان رو با هم بشنویم و ببینیم. جمعیت بسیار بسیار بالا هست، جمعیتی که میرن به طرف برای زیارت، و جمهوری اسلامی هم واقعیتش این است، نه تنها جمهوری اسلامی و کشورهای دیگه و خود عراق هم ظرفیت، مکانیزم و پروسه و سیستمی ندارن که بتونه این حجم از مردم رو غربال بکنه و بتونه کنترل خیلی خوبی داشته باشه روی افرادی که بیماری دارن و از این طریق بتونه بیماری ها رو و شیوعشون رو کنترل بکنه. بیماری های عفونی هم یکی از خصلت های بارزشون اینه که توی اماکنی که توی جاهایی که جمعیت بالاتر میره، هر چقدر جمعیت بالاتر میره، ریسک انتقال بیماری هم افزایش پیدا بکنه. حالا این انتقال میخواد از راه تنفسی و تماسی باشه یا نه یک جانداری بخواد این بیماری رو منتقل بکنه. حالا به نظر میرسه موضوع سلامت مردم واقعا برای مقامات جمهوری اسلامی مهم نباشه، چون احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی امروز گفت که انتظار دارن تعداد کسانی که در مراسم اربعین امسال شرکت میکنن بیشتر باشه، و به گفته او با در نظر گرفتن اتباع خارجی که به ایران میان تا از ایران به عراق برن تا در این مراسم شرکت کنن، اونا انتظار دارن که 4 میلیون نفر از ایران برای برگزاری این مراسم به عراق برن. حالا از یک سو هشدارهای وزارت بهداشت هست، آمارهای وزارت بهداشت هست در این مورد که به مهمترین موضوع سلامت تبدیل شده، هشدارهای پزشکان هست، و از سوی دیگه هم جمهوری اسلامیه که برگزاری این مراسم که خیلی ها بهش میگن به عنوان یک نمایش قدرت برای جمهوری اسلامی نگاه میکنن، هست که میخواد مرزهای ایران رو برای اتباع خارجی باز کنه. آره، همینطور سوران، حداقل در کرونا جمهوری اسلامی نشون داد که به هیچ عنوان جون مردم براش مهم نیست و اولویتشون پروپاگاندای خودشه. سپاسگزارم سوران خاطری همکارم اینجا در استودیو با ما.